حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین همراه ما هستن. آقای نائب هاشم، چقدر واقعا چگونگی مرگ مهدی صالحی الان مشخص هست و اساسا چقدر مقام های قضایی و امنیتی در ایران مسئول جان زندانیان سیاسی هستن؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما و عرض تسلیت به خانواده مهدی صالحی، به هیچ وجه این موضوع شفاف نیست، برای اینکه منابعی که وجود دارن منابعی هستن که خیلی مستقیم درجه اول نیستن. خانواده مهدی صالحی منع شدن از اینکه بتونن با رسانه ها صحبت بکنن و منابعی که حالا در زندان هستن، دوستان در واقع خانواده هستن، خب طبیعیه که با سختی مطالبی که هستش بیان میکنن، برای اینکه جو ارعاب وجود داره. در رابطه با مسئولیت، خب به طور مشخص از همون رده پایین تا رده بالا همه مسئول هستن. صحبت سر این هستش که اعترافات اجباری گرفته شده در زندان، تحت شکنجه، شوک الکتریکی داده شده و خب ایشون که خب سالم به زندان رفتن، خب دچار کمردردهای شدید بودن، میتونه در اثر شکنجه باشه. این روند رو خب ما نمیدونیم، به خاطر همین یک روند تحقیق دقیق و مستقل، سریع و مؤثر مطابق اون چیزی که در قواعد نلسون ماندلا هست، در واقع قاعده 71ش باید انجام بشه، که خب در مورد جمهوری اسلامی صورت نگرفته، صورت نمیگیرد. و از طرف دیگه حتی در مورد اینکه سنگ قبر رو بتونن بسازن تا 40 روز، تعهد گرفته شده که چنین کاری رو نکنن. خانواده و در خانواده فقط افراد نزدیک بتونن در مراسم تشییع، اونم 1 ساعت قبل از اینکه تشییع انجام بشه، بتونن حضور پیدا بکنن. تمام اینها نشون دهنده این هستش که لاپوشانی بسیار زیادی وجود داره، برای اینکه شفاف نباشه این روند. و خب در موارد دیگر هم همونجور که مادر بهنام محجوبی گفت، این روند متاسفانه جریان داره. سازمان زندان ها هم اطلاعیه منتشر کرده در رابطه با مرگ مهدی صالحی و از یک طرف مرگ او رو توجیه کرده و از طرف دیگه گفته که این پرونده هم در دست بررسیه. چقدر این اطلاعیه برای شما قابل قبوله؟ خب این اطلاعیه خیلی کوتاهه، ولی خب 3 موضوع رو نشون میده. یکی اینکه همین موضوع عدم شفافیت گفته در ارتباط با رسانه‌های معاند، برای اینکه صحبتی نباشه این اطلاعیه رو صادر میکنن. ظاهرا این اطلاعیه رو خیلی با میل و رغبت صادر نکردن، این یه رکنشه. رکن دیگه‌اش اینکه گفته در اثر تعلم، که خب از نظر پزشکی من به عنوان پزشک برام مفهوم نیست که منظور از تعلم چی است، بی‌حالی و سرگیجه مراجعه کرده به بیمارستان. خب می‌بینیم که دچار اغمایی شده که سطح هوشیاریشو 4 آورده. ما 3 ماه پیش مصاحبه‌ای داشتیم در این رابطه که به شدت نگران بودم من به سهم خودم از این وضعیتی که برای او پیش اومده، و خب این نشون میده که وضعیت بسیار خطیر بوده. ماها در بیمارستان بوده، این سازمان زندان ها گفته تمام این مدت تحت مراقبت ویژه بوده، مراقبت های ویژه بوده، ولی چنین ظاهرا نبوده. او رو به بهداری زندان منتقل میکنن و حالش یه مقدار بهبود پیدا کرده بوده، ولی دوباره حالش وخیم میشه و از بین میره. یعنی این 3 موضوعی هم که در این مطرح نشون دهنده این هستش که شفافیت وجود نداشته و نداره، و باید حتما یه هیئت مستقل این موضوع رو پیگیری کنه. ممنونم از توضیحات شما. حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین همراه ما بودیم. ممنون از شما.